سلام بر شما، با خبر این ساعت خوش آمدید. در آغاز سرخط چند خبر. اعتراف طالبان بر همکاری مولانا سمیع الحق در جنگ با آنان در افغانستان. آمادگی ها برای نشست آینده مسکو در پیوند به صلح افغانستان. و تعهد روسیه بر همراهی ایران در برابر تحریم های تازه آمریکا. مشروع خبرها، من رابعه ابراهیم خیل هستم. همزمان با کشته شدن مولانا سمیع الحق، انگیزه ها در افغانستان چنین است که پروسه صلح تقویه خواهد شد و در این بخش پیشرفت ها به میان خواهد آمد. مولانا سمیع الحق رهنمایی جنگ افغانستان عنوان می شد و وی را پدر معنوی طالبان همچنان خطاب می کردند. بعضی ها بر این باور هستند که مولانا از اداره استخبارات پاکستان بیرون می شد یا شده بود که به همین دلیل از بین برده شده است. با این حال طالبان حمله بر مولانا را محکوم کردند و اعتراف نمودند که در جنگ افغانستان با آنها همکاری میکرد. فکر می امن کری امریکا و نیتو فورسز افغانستان کی سرزمین چوردی بالاخره این شخص که طرفدار جنگ بود در منزل خود توسط ضربات چاقو از میدان سیاسی، مذهبی و نظامی برای همیش رخصت شد. مولانا سمیع الحق مست طالبان با حضور نیروهای خارجی در افغانستان و با حکومت افغانستان مخالف بود و از طرف جنگ استقبال میکرد. با کشتن وای به خاطر این خوشی براد می شود که مولانا به طور آشکار مردم را به جنگ افغانستان جذب می کرد و در این مورد چندین بار فتوا داده بود. اکنون شماری به این باور هستند که مولانا سمیع الحق قابل استفاده آیسای نبود و یا هم تلاش می کرد که از فرمانهای آن سرپیچی کند. پاکستان مجبور ده چه نور ده نروال وقتونو تا تن ورکی. که واری نکی تو رسکی رازی یا پاکستان پسادی لازل من دازی. نو زمان پاکده بنده نور پاکستان پاوزم پا دی خبر پیگی او ایسیم پا دی خبر پیگی او چوک چه اما پخوانی پالیسی لمن زوری شاید اوی تا نظرات پنه لدی. وای در این اواخر با کابل اطمینان داده بود که در بخش پروسه صلح همکاری خواهد کرد، پروسه‌ای که همیشه در جریان مذاکرات با مشکلات مواجه شده. اما اکنون باورها این است که با کشته شدن وای این پروسه به سوی موفقیت خواهد رفت و از سوی دیگر علمای پاکستان بالای حکومت خود به اعتماد خواهند شد. دغه سی تاوتری خواله د پدې دلالت کوي چې پاکستان کې د مذهب تر نامه کم مذهبي افراطیت ته چې کار کېده د نظامیانو د استخباراتو په ولکه کې او خو فکر کوي چې د کشمیر کې له دې نه استفاده کوي، په افغانستان کې له دې نه استفاده کوي، د افغانستان په تیر جهاد کې له دې نه استفاده وکړه. دغه کسان کېدای شي د پاکستان د حکومت په خلاف راپورته شي او دا به پاکستان نظامیانو ته پاکستان حکومت ته سرخوبه جوړ کړي، داخلي تاوتریخوالی ته بلاره پیدا کړي. سیدا بیا کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان په سوله کې یو مثبت کردار او یو مثبت فشار ته لاره هواره کړي. بعد از کشته شدن مولانا، طاهر اشرفی سخنگوی شورای علمای پاکستان گفته است که با کشته شدن سمیع الحق جنگ جاری در افغانستان که علمای پاکستان آن را جهاد می داند بیشتر قوی خواهد شد. او جهاد په هغه ځای کې روا دی کوم ځای کې چې بیدینی وي، جهاد په هغه ځای کې روان دی چې څوک مسیحي ښځې ته براعت ورکوي، باوجود دې چې دوه محکمې هغلته د اعدام حکم ورته کوي. لیکن په افغانستان کې تر اوسه پیغمبر ته توهین نه دی شوی. په پاکستان کې هغه فحاشي او هغه فجایع چې په پاکستان کې کیږي هغه په هیڅ ملک کې نشته دي. د نړۍ په سطح باندې چې کم قسم تروریزم وکړي هغه په پاکستان کې موجود دی. کشته شدن مولانا سمیع الحق در پاکستان محکوم شد، اما در رسانه های اجتماعی در افغانستان با استقبال گرم و مردم روبرو شده است. طالبان با نشر یک اعلامیه کشته شدن مولانا را کار دشمنان اسلام دانسته و بر کشته شدن وی تأسف ابراز نموده است. طالبان اعتراف نموده که مولانا با آنها در بخش جنگ همکاری و حمایت خوب کرده و کشته شدن وی برای امت اسلامی و پاکستان ضایع دانسته است. مقامات روسی گفتند که حکومت افغانستان مصمم است که در نشست مسکو اشتراک می کند. وزارت امور خارجه روسیه گفته است که رئیس جمهور غنی پذیرفت که یک هیئت شورای صلح افغانستان را به نشست مسکو می فرستد. روسیه گفته است نشست به روز جمعه آینده در مسکو برگزار می شود که نمایندگان طالب نیز در آن اشتراک خواهند داشت. اما آمریکا شرکت در این نشست را رد کرده است.
مقامات روسیه میگوین حکومت افغانستان از دو ماه گذشته به این طرف در پیوند به نشست به طبق افتیده مسکو مشوره نموده و به تازگی فیصله کرده که در این نشست اشتراک میکند و یک هیئت شورای عالی صلح را به این نشست خواهد فرستاد. وزارت امور خارجه روسیه با نشر اعلامیه گفته است که این اولین بار خواهد بود که نمایندگان حکومت افغانستان به طور مستقیم با طالبان ملاقات و در مورد صلح مذاکرات میکنند. مسکو به تاریخ 9 نوامبر میزبان نشست دوم در پیوند به صلح افغانستان خواهد بود. یک هیئت دفتر قطر طالبان نیز در این نشست و بین المللی اشتراک خواهند کرد. ما تا هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو و همچنین زمان برگزاری نشست مسکو توافق نکردیم. گفتگوهای ما جریان داره و امیدوار هستیم پس از این گفتگوها به نتیجه برسیم. روسیه گفته است که به شمول آمریکا، ایران، چین، افغانستان و پاکستان از 12 کشور دعوت نموده که در این نشست اشتراک نمایند. کارشناسان بر اشتراک حکومت افغانستان و طالبان در این نشست تاکید میکنند که به صلح برسند. افغان حکومت که واقعا د صلح خبر غواړي چې وکي او دا نمایشي شورای د صلح واقعا وارد میدان شي باید په داسې مذاکراتو کې ګډون کړی وای. په مسابقه یو مستقل حکومت او خپل وړاندیزونه باید مسکو چې میانجیګری کوي او طالبان ته باید وړاندې کړی وای. بر اساس گزارش رویترز در این نشست به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عطا محمد نور و برخی رهبران سیاسی دیگر اشتراک خواهند کرد. یک مقام بلند رتبه افغان قبل از این به رویترز گفته بود که حکومت از روسیه خواسته است که این نشست را لغو کند. ما از روسیه خواستیم که نشست مسکو را لغو کند به خاطر که چندین طرز العمل برای صلح این پروسه را پیچیده می سازد. آژانس خبری رویترز گفته است که روسیه بدون اینکه حکومت افغانستان را خبر سازد به سیاسیون افغان دعوتنامه فرستاده و بعضی از آنها فیصله نموده که در این نشست اشتراک میکنند. کمیسیون انتخابات در تطبیق جدول زمانی انتخابات ولسی جرگ ناکام مانده و جدول زمانی را به تعویق انداخت. مطابق به جدول زمانی نتایج ابتدایی به تاریخ 19 عقرب باید اعلام می شد، اما اکنون این تاریخ 13 روز به تاخیر افتاد. کمیسیون انتخابات سر از روز یک شنبه انتقال معلومات به سرور روم بایومتریک را آغاز می کند. با این حال کمیسیون انتخابات تاریخ و جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری را نیز اعلام کرد. 19 عقرب این تاریخ بنا به بعضی مشکلاتی که در ایروان بود و نیاز تصفیه و انتقالات از ولایات و ولسوالی ها همش سبب شد که این انتخابات همه ولایات بدون کابل به 2 قوس و ولایت کابل به 10 قوس تغییر کرد و طبعا که نتایج نهاییش یک ماه بعد از این تاریخ مطابق قانون صورت خواهد گرفت. عاملین ترور جنالازق شناسایی شدند و به زودی گرفتار خواهند شد. رئیس عمومی امنیت ملی که به ولسی جرگه معلومات ارائه میکرد گفت در پیوند به حمله قندهار بیش از 20 تن گرفتار شدند که تحت بازپرسی قرار دارند. رئیس استخبارات افغانستان از جانب پاکستان خواست که عاملین حادثه قندهار که در مناطق تحت حاکمیت آنها هستند به افغانستان تسلیم نماید. امنیت ملی از قبل این معلومات را داشت که از سوی افراد نفوذی بر جنالازق حمله میشود، اما شخص و محل حمله مشخص نبود. مجموعه معلوماتی که با دست آمده ادلات و پرتفی شواهد و دلایل تحقیقات اداره امنیت ملی و پلیس ملی به این نتیجه رسیدیم که در خصوص حمله که در قندهار صورت گرفته قبلا یکی از مسئولین استخبارات تمن طالبان در او طرف مرز چیز فیصله نموج صورت گرفته. در مسئله تحقیق 22 نفر تا بال زیر تحقیق قرار دارند و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که افرادی که رفتن و اینالی باز دوباره خود در اون طرف پنهان کردن در قسمت دستگیری و در قسمت سپردن از این افراد برای افغانستان کمک بکنن اگر واقعا علیه تروریسم هستند. حکومت افغانستان در راهبرد ملی برای مبارزه بر ضد فساد 28 مورد دیگر را اضافه کرد که در گذشته نداشت. حکومت با نهادهای مدنی و نهادهای دیگر با شاخصهای اضافه شده یا جدید در بخش مبارزه بر ضد فساد نشست مشورتی برگزار کرد. با اضافه شدن این موارد جدید انگیزه چنین است که در گراف فساد کاهش به میان خدمت. آنچه که حکومت ادعا میکنند که اکثریت از این بنچمارک ها عملی شده و نشان میدن که اینا 100% تکمیل شده، یافتهای ما نشان میده که
در موارد زیاد این بنچمارک ها یا اصلا عملی نشده یا بسیار کم عملی شده، اما نشان داده شده که اینا به صورت کامل تکمیل شده. افغانستان در رده کشورهایی است که تغییرات اقلیم بر آن تأثیر بد داشته است. جامعه جهانی تا سال 2030 حدود 7 میلیارد دلار کمک می‌کند، اما اداره حفاظت از محیط زیست این کمک را کافی نمی‌داند. اداره حفاظت از محیط زیست در حال حاضر به ارزش 38 میلیون دلار 3 پروژه را آغاز کرده که می‌تواند تا حد از تغییر اقلیم جلوگیری نماید. افغانستان مبلغ مجموعی 17.4 میلیارد دلار آمریکایی را از سال 2020 الی 2030 جهت سازگاری و کاهش‌دهی به اثرات تغییر اقلیم دارد. البته در نظر است که قسمت اعظم هزینه مذکور از طریق صندوق سبز اقلیم یعنی GCF که تمویل کننده جهانی موضوعات مرتبط با تغییر اقلیم می باشد فراهم گردد. وزارت دفاع ملی در ولایت فرا عملیات راه اندازی می کند تا اجساد قربانیان سقوط هلیکوپتر را به دست آورد. اجساد قربانیان سقوط هلیکوپتر چهارشنبه گذشته نزد طالبان هستند و گفتند تا زمان تسلیم نخواهند کرد که جسد حمله کننده بر جنرال رازق به آنها سپرده نشود. همزمان با این وزارت دفاع ملی تاکید می ورزد که بدون حمایت مردم تهدیدات را کاهش داده نمی تواند و بر شمار کم سربازان اردوی ملی و امکانات اندک اعتراف نمود. فعلا بخش استخباراتی ما بالای تثبیت موقعیت از او کار میکنن و ما آمادگی مکمل در فرا در ساحه داریم که عملیات محاربه ویره به خاطر به دست آوردن اجساد اجرا کنیم. خبرهای جهان لحظات بعد. در ادامه چند خبر از جهان. روسیه ایران را در برابر تحریم‌های آمریکا همراهی می‌کند. وزارت انرژی روسیه می‌گوید ایران را در بخش صادرات نفت در برابر آمریکا تنها نخواهد گذاشت. آمریکا اعلام کرد که 5 نوامبر امسال تحریم‌های تازه را علیه ایران وضع می‌کند. آمریکا گفته است این تحریم‌ها در پیوند با صلاحیت‌های قضایی و نهادهای صادرات نفت می‌باشد. مایک پیمپو وزیر خارجه آمریکا می‌گوید مداخلات ایران را از کشورهای کاهش می‌دهد که ایران به آن نفت ارسال می‌کند. واشنگتن میگوید این تحریم ها برای یک کوتاه مدت تا 90 روز خواهد بود که دوشنبه آینده آغاز می شود. همکاری با سعودی علیه ایران از اولویت های اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که همکاری با سعودی آری از چالش های زیاد نیست، اما باز هم علیه ایران با این کشور همکاری می کند. نتانیاهو میگوید هنوز هم در رابطه با قتل خاشقچی خواستار بساحت از عربستان سعودی می باشد که این یک بحث جداگانه است. نتانیاهو ایران را یک چالش بزرگ خواند و میگوید حاضر است با هر کشور دیگر در این زمینه همکاری نماید. روزنامه واشنگتن پست گفته است که اسرائیل هفته گذشته بر علاوه مرگ خاشقچی از آمریکا خواست که به حمایت از شاهزاده محمد بن سلمان ادامه دهد. نتانیاهو ایران را متهم کرد که در بحران‌های خاورمیانه دخیل است و خواستار توقف فعالیت‌های آن شد. از توجه و همراهیتان به خبرهای جهان سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.